سلام دوستان و عزیزان، در خدمتون هستم برای فال روزانمون. دوستان با هم میپردازیم به انرژی جمعه 18 شهریور. عزیزان دل، مثل همیشه خوش آمد میگم به شما دوست عزیزی که تازه از کانال شدین. خیلی خیلی خوش آمدین و صفا آوردین و همچنین سپاس فراوان از شما دوست یاری که هستین در کنارم. دوستان شما با کامنتاتون و با لایکاتون به این کانال که کانال خودتون هست کمک میکنین و ازش حمایت میکنین. عزیزان دل، چند سخنی داشتم با دوستان، اونایی که دوست دارن بشنون، اونایی که دوست ندارن برن جلو. اول در مورد فالهایی هستش که من میذارم، حالا چه فالهای روزانه و چه فالهای باسوژه. دوستان عزیزان، اونایی که از من خواهشی دارن که یک جوری مثلا یک کاری رو انجام بدن، خیلی میتونن مهربانانه و دوستانه این حرف رو به من بزنن، همونجوری که من با شما با خلوص نیت رفتار میکنم. متوجه شدم یک سری از افراد خیلی با رشوه‌خواری عاطفی این مسئله رو بیان میکنن که برای خودتون دوستان یک بدهکاری کارمایی ایجاد میکنه. دسته بعد افرادی هستن دوستان که هم فالوور کانال هستن، هم شرکت دارن در کانال، ولی از جانبی چیکار میکنم؟ فالو همونجور که من میگم مقداری به شما میخوره یا همش یا هیچی. آنچرا که بهتون میخوره بردارین و بعد کامنت های مختلفی که این مال من نبود، طرف اینجوره، فلان فلانش، من که نمیخوام شهرزاد جون اینو بیاد توی زندگی من فلان اینا، خب پس چرا نگاه میکنین دوستان؟ یه بار، دو بار، سه بار، چهار بار، الان دیگه یک سری از افراد صد بار این کار رو دارن انجام میدن و اینکه برای خودتون یک بدهکاری کارمایی ایجاد میکنین دوستان. توجه کنین، چون من با خلوص نیت در خدمت شما هستم. این از این. دسته بعد افرادی هستن که در مورد فالهای خصوصی دوستان با من تماس میگیرن. من فال خصوصی دوستان کم میگیرم. چرا کم میگیرم؟ چون میخوام فال با کیفیت براتون بگیرم. افرادی که با من فال خصوصی میگیرن میبینن که من وقت زیاد میذارم. حدود یک ساعت من برای هر فال خصوصی وقت میذارم. پس توجه کنین، وقتی که شما با من تماس میگیرین، نوبت میگیرین، وفادار باشین به نوبتتون دوستان. خب من فال تلفنی نمیگیرم، وایسی نمیگیرم، فال ویدیو برای شما ضبط میکنم، ولی باید نوبت شما بر جا باشه. پس پرداختتون که انجام نمیدین، بله من میخوام فال میخوام، بله بهتون میگم پرداخت کنی، بله بله بله، و این بله رفت حاجی حاجی مکه. و این گونه هستش که هم نوبت یک نفر دیگر رو ازش میگیرین و همین که من رو در یک حالتی میذارین که نمیتونم به این نفر دیگه بگم بله، نه اینکه میتونم چیکار کنم، نه اینکه میتونم با شما هی شما رو بگم چی شد چی شد چی شد، صحیح نیست. پس این بهش میگن یک احترام متقابل به هم دیگه دوستان. خب پس ازتون خواهش میکنم این مسئله رو رعایت کنیم. خب پس حرفامو زدم، بریم ببینیم چه خبر هست در انرژی ها دوستان. امیدوارم که حال دل همتون خوبه، خوبه، خوب باشه دوستان و روز خوبی رو شروع کرده باشین. خب بریم ببینیم کارت اولین انرژی که با شما دوستان همراهی میکنه چه انرژی هست. دوستان کارت ببینید، کارتی افتاد برای شما که کارتی هستش که انگار که در یک چنگانگی به سر میبرین، انگار که نمیدونم چی خوب هست چی بد هست، نمیدونم، دو دل هستم روی یک مسئله، انتخابی رو که باید انجام بدم، شاید انتخاب آنچنان دید درستی بر روی اون ندارم دوستان، به خاطرش که مسائل آنچنان روشن نیستن. برای یک سری از افراد هست عزیزان دل، توجه کنین که در مسائل احساسی شما دوستان ببینین انگار که مسائل روشن نیست و اینکه تصمیمی که نمیتونم بگیرم و اینکه سکوت مطلقی که در اون هستم. با هم دیگه ببینیم کارتای دیگه بهمون چه پیامی رو میدن دوستان. اوپا پا پا. کارت بعدی دوستان توجه کنید، حرف از این میزنه موفقیت و به آخر یک دوره رسیدن، تکامل. دور و بر من آدم زیاد هست. ببینید دوستان، ببین بعد از برای یک سری هستش، پس بعد از این چندگانگی شما به یک موفقیت دارین میرسید دوستان. مسئولیت پذیر هستین، یا موفقیت در ارتباط با شخصی که نسبت به شما احساس داره
دست به عمل میزنم یا دست به عمل میزنم و اقدام میکنه، یا اینکه خودتون با درایت خودتون به یک قسمت از زندگیتون تکامل میدین، دوره از زندگیم کامل میشه. اون کاری رو که باید، حالا دوره از زندگی کامل میشه، یه وقتایی هستش که جملات و کلماتی گفته میشه دوستان و برای شما ممکن هست مبهم باشه. کاری رو که باید انجام دادم، ممکن هست عزیزانی باشن که در مورد کاری خیلی تردید داشتن انجام بدین و الان چی هستش دیگه انجامش میدم. خب انجامش میدم و خوشحالی و خوشنودی دارم براتون میدم و با شجاعت کامل هم این مسئله رو چکار میکنین انجام میدیم. خب دوستان بریم ببینیم چه خبر هست در کارت های آینه بینی براتون. خب حرف از تأخیر میزنه. مسئله هست که شما این کار رو با تأخیر دارین انجام میدین، چون شک و تردید داشتم. کاری هست که ببین، حالا برای یک سری ها ممکن هست از نظر درونی شما باشه، حتی ممکن هست در مورد مسائل سلامتی باشه دوستان، که باید کاری رو انجام میدونی، الان موقعش رسیده انجام میدم ولی با تاخیر. و برای یک سریاتون در مورد مسائل خانه و خانوادتون هستش، مسکنتون ممکن هست باشه، فهمیدین دوستان؟ پس یک مسئله هست که خودم هستم در واقع و با تاخیر دارم انجامش میدم و به وقتی که انجام میدم تموم میشه میره و یک دوره تکمیل میشه. یک چیزی باید انجام میدادم، یک شاید بدهکاری که به کائنات داشتم رو باید انجام بدم ولی با تاخیر دارم انجام میدم. خب بریم ببینیم کارت دیگه بهمون چی میگن دوستان. بله دوستان، ببین حرف از اینجا برای من حرف از تقسیم و بخشش و سخاوتمندی میزنه دوستان. توجه کنید، برای یک سری دوستان دارم میبینم که حالا بخشش رو سخاوتمندی دارم میبینم، کسی هستش که یک سینی دستش هستش و توی اون پر از فراوانی هستش. ببین دوستان، یک سری از شما انگار که میترسیدین که ببینین، میترسیدم که یک با انجام این مسئله یک تغییر تحول بدی توی زندگیم به وجود بیارم، مثل مرگ برام میمونده، ولی الان خوشحال و خوشنود هستم، خوشحالیمو با دیگران تقسیم میکنم، شجاعت اون رو دارم که این کارو چیکار کنم انجام بدم. و ببینیم آخرین دسته کارت ها از نظر انرژی دوستان چه پیام برای شما دارن عزیزان دل. حرف از شیطان میزنه دوستان. اینجا شیطان، حالا برای دوستان توجه کنین، مجبور هستم نکته ای رو در این مورد تو براتون گوش داد کنم. عزیزان دل، نمیدونم برای چی این قبیله ایرانی شیطان که میفته سری و سر حرف از دعا و جنبل و جادو میزنن، نمیدونم از کجا اومده این. توجه کنین دوستان، مسئله هست که واقعا مثل وسواس بوده توی سر شما، یعنی انگار من میدونستم کاری رو باید انجام بدم، از فکرش در نمیومدم، تمام این فال داره حرف اینو میزنه، کاری که باید انجام میدادم با تاخیر دارم انجامش میدم، نتیجهش خوب هستش، از به خاطر که شک داشتم میترسیدم. خب این ترس شما شیطان هستش. خب وسوسه‌ای که در سر دارین شیطان هستش. خب بریم ببینیم که کارت های دیگه در ابعاد مختلف زندگیتون دوستان بهتون چی میگن. اولین کارتی رو که نگاه میکنیم، دسته کارتی رو که با هم دیگه نگاه میکنیم دوستان، کارت مسائل کاری شما هستش. ببینیم در دامنه کاری چه خبر هست در زندگیتون دوستان. در دامنه کاریتون دوستان دارم میبینم که مقداری دوستان انگار که نمیدونم چه کار کنم. مسائل باز هم حرف از یک نواختی میزنه، حوصله‌ام سر رفته، نمیدونم چه کار کنم در دامنه کارم. دنبال راه حلی هستم و اینکه باید یک تعادل به وجود بیارم، یا یک سری دنبال کار هستین ولی دارم میبینم که در مورد یک کارشناس هستین دوستان در دامنه کاریتون، ولی کاریتون انگار یک مشکلی براتون چه هستش داره که خوشنودتون نمیکنه. دامنه کاری خوشنودتون نمیکنه و به دنبال حالا یک کار جدیدی هستین دوستان، یا اینکه دارم میبینم که به هر حال یه سری چیزها رو میخواین از زندگی کارتون حذف کنین، از اینکه حوصله‌ام سر رفته، یه دوره نقاهتی دارین باشه سر میگذارین.
از نظر کاری دوستان دارم میبینم که صبوری براتون افتاده، مکالمه و صبوری. یک دوره‌ای رو باید بگذره و شما باید شاید بپذیرین این حالت رو، و دارم میبینم که مطالعه میکنین، دست بر سینه ننشستین، به فکر این هستین که دست به یک کاری بزنین، شروع ای در مسئله‌ای باشه، پروژه‌ای باشه که حال من رو خوب کنه. خب ببینیم کارت بعدی. کارت بعدی دوستان حرف از این میزنه که ببینیم باز هم در انگار در نوستالژی گذشته هستم. دو تا کارت این حرف رو برای من میزنه. اونقدر که شما در مسئله غرق هستین و منفی ها رو دارم برای یک سریاتون میبینم دوستان، که نمیتونین مثبت ها رو ببینین. الان در واقع اینجا سه تا جام دارین، اینجا دو تا جام دارین ایستاده، ولی اونهایی رو که ندارین نگاه میکنین در واقع در دامنه کاریتون. بعد اون صبوری افتاده دوستان در دامنه کاری، و اینکه میگه بگردین به دنبال راه حل. راه حل در خودتون هست دوستان. و بریم ببینیم که در دامنه مالی چه خبر هست براتون. باز هم گوش زد میکنم که دامنه کاری میتونه اداری باشه، قضایی باشه دوستان، هر کاری ممکن هست باشه. خب بریم ببینیم که کارت های دیگه چه خبر هستن در دامنه مالی. در دامنه مالی دارم میدونم که در ابتدای مسئله هستین. دو تا کارت این حرف رو به من میزنه. انگیزه کامل رو دارم که دست به کاری بزنم، یا اینکه زندگی مالیم رو به صورت کلی به دست بگیرم. شاید برای یک سریاتون در یک ابتدای حالا یک مسئله مالی هستین، یا یک پروژه، یا یک تفکر هستین دوستان. دارم میبینم اینجا در تفکر، ببین همونجوری که گفتم تفکر، اینجا کارت تفکر افتاد. در دامنه مالی در ابتدای یک تفکر هستین. زمانی میگذرد که منتظر این هستین که مسائل مالیتون جلو بره. خب ببینیم کارت بعدی. احتیاج به استراحت مالی دارین در واقع. بعد از گذشت دوره خیلی سخت در زندگی مالیتون دوستان، برای شما ببینید به تکامل رسیدن و موفقیت دارم میبینم. یک تغییر و تحول سختی در زندگی مالی یک سری از شما به وجود اومده که بعد از این تغییر و تحول شما سری و سر راه یک چجور بتونم یک بار بالا میایین دوستان. انتظارش رو هم نداریم. خب و دارم میبینم که مقداری الان یعنی سر خودتون رو درد آوردین بر روی از مسائل مالی دوستان. خب بریم ببینیم که در دامنه احساسی دوستان چه خبر هست در کارت های احساسی. من کارت ها رو بردارم. در دامنه احساسی حرف از حرکت میزنه. گشایش در دامنه احساسی شما دوستان. کارت بعدی بله. مسائل برای یک سری از شما دوستان در حال حرکت هستن. تغییر تحول در راه هست. باز هم حرف از این پشت کارت ها گذشته شما میزنه. مسئله از گذشته ممکن هستش که رو بیاد دوستان. و وفاداری. ببینید دوستان حرف از وفاداری مسئله. ببین یک سریاتون خیلی به گذشته هستش که خیلی وابسته هستین و دارین بهش فکر میکنه. پس دارم میبینم که بر مقابل گذشتهتون مسئله داره به سمت بالا پیشرفت افتاده براتون، یا یعنی اینکه پیشرفت میکنم خودم در درون خودم و به یک درجه بالاتر میرسم، یا یعنی اینکه در مقابل شخصی که در گذشته من بوده دوستان چیکار میکنم؟ یک قدرت میگیرم. این هم ممکن هست همون جوری که اون شخص ممکن هستش که برگرده. به هر حال الان فکر کنم دو روز هستش که این مسئله داره میفته که برگشت گذشته برای یک سری از عزیزان تاکید داره میکنه این مسئله رو. و دوستان از هرچه بگذریم سخن قطب مؤنث و نه جنس مؤنث خوشتر است دوستان. ببینیم چه خبر هست در انرژی های قطب مؤنث در زندگی شما عزیزان. قطب مؤنث و نه جنس مؤنث. باز هم تاکید میکنم منظور خانم ها نیستن، افرادی که مسائل احساسی و معنوی براشون مهم هست. بریم چه خبر هست در قطب مؤنث. شخصی هست مستقل و اینکه بر روی استقلال خودش کار میکنه. آفرین بر قطب مؤنث. و کارت بعدی لجباز هست و اینکه میگه که من نمیخوام تغییرم نظرم رو از روی این مسئله تغییر بدم. بله استقلال میخواد داشته باشه و این راهی هست که میتونه اونو به موفقیت برسونه و آفرین بر قطب مؤنث. من جو دارم میبینم که شخصیتی داره بسیار کنترلگر، اینکه یکی از صفات
یا معایب قطب مؤنث هست که میخواد یه جی پی اس سر دم همه وصل کنه و از همه جا مطلع بشه. و اینکه داره میگه که من میخوام که هر اون کاری رو که من میخوام تو انجام بدیم. خیلی خب ما هم انجام میدیم، بفرمایید. و اما بریم ببینیم که در ارتباط با قطب مذکر و نه جنس مذکر دوستان چه خبر هست. باز هم تو تاکید میکنم منظور آقایون نیستن، افرادی که مسائل مادی وجهه اجتماعی بیشتر از معنویات و ارزش‌های واقعا با ارزش دنیا برشون ارزش داره. مادیات، وجهه اجتماعی، روابط خونی برشون خیلی مهم هست تا احساسات و ایثار و وفاداری و این چیزا. مطمئن من به خودم به لطف تو مطمئن هستم و اینکه من به خودم افتخار میکنم. قطب مؤنث نکنه کاری کردین که اینقدر این از خودش متشکر شده بنده خدا. شاد من یک روز بسیار خوبی رو به لطف تو گذروندم و اینکه به لطف تو لحظات خوبی رو زندگی میکنم. حتما قطب مؤنث کاری کرده که اینقدر این شخص خوشحال و خندون هست. و کارت بعدی میگه که من بسیار بر روی خودم کار کردم و در حال حاضر دانا و عاقل هستم. خدا زنش بشنمه. عاقل بودن و قطب مذکر دو تا چیز متفاوت هست، ولی خب به هر حال اینم دید من هست از مسائل معنوی. و اما دوستان بریم ببینیم که چه خبر هست در انرژی عزیزانی که در جدایی هستین. خب ببینیم که چه خبر هست در انرژی شخص احساسی شما دوستان، چه خبر هست، چه انرژی هایی با شما همراهی میکنه. انرژی که با شما همراهی میکنه میگه که من حالم خوب باش با اون شخص همراهی میکنه. من حالم خوب نیست، احساس میکنم که در زندگیم هیچ چیز درست نیست، در تنم هیچ چیز درست نیست، در ایده هام هیچ چیزی درست نیست و اینکه دور و برم همه چیز سیاه هست و تو دلم برای تو تنگ شده. شرایط من سخت و سنگین هستم برام و اینکه من باید تصمیمی رو بگیرم. خیلی خوب، تصمیم بگیر، تصمیم بگیر بنده خدا. خب و اما بریم ببینیم که فرشتگان چه پیام براتون دارن دوستان. عشق، قلب عشق قلب آفرینش هست، پس برای عشق همه چیز امکان داره و همه چیز رنگ و بو داره. کاری کن که افکار تو و احساسات تو حقیقت عشق باشه. بسیار زیبا. و ببینیم عزیزان از دست رفته چه پیام براتون دارن دوستان. انرژی نرم و لطیف. بر روی زمین ما فقط انرژی رو میبینیم، اما یه وقتایی حسش میکنیم. ما انرژی رو نمیبینیم، ببخشید، بر روی زمین. یه وقتایی فقط حسش میکنیم. در دنیای جدید من همه ما انرژی هستیم. تو همچنین میتونی یاد بگیری که با انرژی کار کنی. اگر میخوای من میتونم کمکت کنم. آیا این گرمای نرم رو حس میکنی؟ این انرژی هست. روح همه عزیزان از دست رفته در شادی و آرامش باشه. دوستان عزیزان این فایل شما بود. سپاسگزارم از اینکه وقت گرانبهاتون رو در اختیار من قرار دادین. روز روزگار خوش و تا فایل دیگه. خدا نگهدار دوستان.